واسلاو هاول رهبر جنبش آزادی خواهانه مردم چکسلواکی در زمان سلطه کمونیسم که خود بعداً به ریاست جمهوری این کشور رسید در سن 75 سالگی درگذشت. آقای هاول از جمله حامیان جنبش‌های آزادی خواهانه در کشورهای دیکتاتوری به شمار می‌آمد و از جمله دولت ایران را به خاطر نقض حقوق بشر و زندانی کردن فعالانی چون اکبر گنجی و نسرین ستوده مورد انتقاد قرار داده بود. در ارتباط با آموزه‌های رفتار سیاسی این روشنفکر برای فعالان دموکراسی خواه با فرج سرکوهی روزنامه‌نگار مصاحبه‌ای انجام داده ایم که می‌شنوید. آقای سرکوهی، به نظر شما رفتار سیاسی واسلاو هاول می‌تونه دارای چه درسایی برای فعالان دموکراسی خواه در ایران باشه؟ ببینیم، واسلاو هاول یک نویسنده بود، از فرهنگ به منظر سیاست نگاه می‌کرد و با هر نوع استبداد، هر نوع سانسور، هر نوع دیکتاتوری، با هر حالا پسمند و پیشبندی مخالف بود. و در این حال واسلاو هاول برآمده بهار پراگ بود که شکست خورد و بعد برآمده به اصطلاح اون چی بهش میگن انقلاب مخملین، در واقع متعالی‌ترین شکل انقلاب مخملین، یعنی گذار مسالطه‌آمیز در پی جنبش های جامعه مدنی در چکسلواکی اتفاق افتاد. اما واقعیت این است و این البته واقعیت تلخی است که جامعه ایرانی اون سطح فرهنگی که جامعه چکسلواکی داشت نداره. چکسلواکی پس از انقلاب دو کشور تقسیم شد بدون اینکه خون از دماغ کسی ریخته بشه و حتی خبر مهم این واقعه به خبر مهم تبدیل بشه. واقعیت قضیه این هستش که چکسلواکی هم در بهار پراگ در دوران بلوک شرق و هم در این جنبش انقلاب مخملین یک مردم، یک سطح فرهنگی رو داشتن که اون سطح فرهنگ بسرا میپذیرفت نویسنده‌ای که در چارچوب‌های سیاسی نمی‌گنجه رهبری جنبش رو به عهده بگیره. این سطح فرهنگ که در واقع سیاست و فرهنگ با هم پیوند تنگاتنگ داره و اونم فرهنگ متعالی، متأسفانه هنوز در جامعه ما نیست. من گمان نمی‌کنم که در واقع اون که هاول بود، چه از نظر فرهنگی که اون بحثی که درباره اسقاط کلمه کرده یا موقعیت ابزورد یا ابزوردیتی موقعیت در قدرت یا اون خط سیاسی که داشت تناسبی با جامعه ایران داشته باشیم. میشه گفتش که بله، پاول مردی بود که طرفدار گذار مسالمت‌آمیز بود، مخالف خونریزی بود، لب لب لب، و ما هم باید درس بگیریم. اما واقعیت این که اینا بیشتر جملات انشایی است. اون چی که در ایران هست و اون سطح فرهنگی که در ایران هست، چه در بین مردم، چه در بین حکومت، چه در بین سیاستمداران، ارتباط چندانی با اون که در چکسلواکی هست نداره. واسلاو هاول روشنفکری بود که بعداً خودش در رأس حکومت قرار گرفت. اساساً برای یه روشنفکر کار درستیه که تا این حد وارد حکومت بشه؟ ببینین، روشنفکر یعنی کسی که از موضع نفی و نقد و با نگاه انتقادی به جهان می‌نگره و میخواد جهان رو تغییر بده، اما این رو از منظر فرهنگ میکنه. یعنی روشنفکر با خلاقیت فرهنگی از منظر نفی و نقد در صدد بسیار تغییر جهان و به اصطلاح به سوی روابط انسانی تر بهتری هست. هاول با یه حکومت دیکتاتوری درگیر شد، نه فقط به صورت دادن بیانیه مثل بیانیه 77 و غیره، بلکه مهمتر از اون در آثار خودش که گفتم بسیار اسقاط زبان رو در توتالیتریسم نقد کرد در آثار خودش و همچنین با خلق موقعیت ابزورتی در آثارش. و اون جنبشی که در چکسلواکی شد میطلبید که روشنفکران رهبریش رو عهده بگیرن، چون این جنبش اصلا جنبش دانشجویی و طبقه کارگر چکسلواکی که نقش مهمی در جنبش داشت، طبقه کارگری بود که پیش از این به رهبری دوبچک تن داده بود که اونم یک روشنفکر بزرگ حزبی بود. یعنی اصولا جنبش به دنبال سیاست مداران به مفهوم کلاسیک خودش نمیرفت. در اون موقعیت جنبش دنبال کسی بود که در بیرون از چارچوب‌های سیاسی باشه و طبیعتاً با چون این جنبش نیاز داشت که یک روشنفکر یا روشنفکرانی رهبری باشن، چون حاول تنها روشنفکری نبود که در رهبری جنبش قرار گرفت، اون همه اونه که بسیار منشور 77 رو امضا کردن و با حاول بودن، روشنفکران بودن، نویسنده، شاعر، فیلمساز و غیره بودن. عرض کردم این جنبش اصولا میطلبید که کسی بیرون از چارچوب‌های سیاسی بیاد و به اصطلاح بتونه به حساب مسیر فکری جنبش رو تعیین بکنه. بنابراین و بعد هاول وقتی هم که رئیس جمهور شد، کاری که کرد این بود که از عرف دیپلماتیک رؤسای جمهور خارج شد. هاول در آزادی خود من از زندان نقش بسیاری داشت، هاول در حمایت از نویسندگان زندانی نقش بسیار داشت، هاول عضو فعال پارلمان نویسندگان بود که از نویسندگان تحت تعقیب زندانی حمایت میکنه. هیچ رئیس جمهوری در عرف دیپلماتیک چون این کارهایی رو نمیکنه. هاول در واقع اون چیزی بود که سارت میگفت، یعنی روشنفکری که درگیری
برای تغییر موقعیت رو با خلاقیت فکری هماهنگ میکنه، و وقتی هم که در سیاست حضور داره باز از منظر فرهنگ به سیاست نگاه میکنه. بعد هم که دیدین وقتی جنبش در چکسلواکی تموم شد و در واقع جمهوری چک رفت به سوی این که وضعیت به هنجار نرمال و طبیعی یا عادی و جاری بگیره، دیگه هاول رو نخواستن به عنوان رئیس جمهور. اون وقت سیاستمدارهای در قامت سیاستمدار آمدن. در واقع هاول حاصل یک دوره خاصی بود و فقط هم در همون دوره خاص میتوانست سیاست بکنه. متشکرم از شما آقای سرکوهی.